شکاف در میان گروه‌های مسلح حاضر در استان ادلب پس از توافق منطقه عاری از سلاح که بین ترکیه و روسیه در ماه جاری صورت پذیرفت در حال افزایش است. در 31 شهریور ماه جبهه آزادی بخش ملی سوریه NFL با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود از توافق صورت گرفته را اعلام کرد. این گروه ضمن برشمردن ترکیه به عنوان یک متحد عنوان کرد که این توافق از یک جنگ ناعادلانه جلوگیری می‌کند. NFL اضافه کرد که به روسیه و دولت سوریه و ایران اعتماد ندارند و سه کشور را به نقض مکرر آتش بس متهم کرد. جبهه آزادی بخش ملی سوریه در حال حاضر بزرگترین اتحاد گروه‌های مسلح تحت حمایت ترکیه است که در شمال سوریه فعالند. این اتحاد در 7 خرداد 97 از تجمیع 11 گروه مسلح سوری ایجاد شد. این گروه پیاده کننده سیاست‌های ترکیه در کشور سوریه است. همچنین در 29 شهریور ماه جیش العزه بیانیه‌ای مشابه منتشر و از این توافق حمایت کرد. بخش دیگری از مسلحین ادلب هنوز توافق منطقه عاری از سلاح به عمق 15 تا 20 کیلومتر را قبول نکردند. گروه وابسته به القاعده حراس الدین با انتشار بیانیه‌ای به صورت رسمی ضمن رد این توافق از آن به عنوان یک خیانت یاد کرد. گروه حراس الدین یک گروه وابسته به القاعده است که در 8 اسفند سال 96 ایجاد شد و در کنار تحریر شام یکی از پرنفوذترین گروه‌های وابسته به القاعده در استان ادلب به شمار می‌رود. در حالی که بسیاری از رسانه‌های وابسته به هیئت تحریر شام توافق منطقه عاری از سلاح را نکوهش می‌کنند، با این وجود تحریر شام هنوز بیانیه‌ای رسمی در این خصوص منتشر نکرده است. این موضوع می‌تواند به علت مذاکرات تحریر شام با ترکیه باشد که هم اکنون در پشت پرده در جریان است. در 31 شهریور ماه ارتش ترکیه برای تقویت پست‌های نظارتی خود اقدام به استقرار یک تیپ کاماندوی جدید در استان ادلب کرد. طی هفته‌های گذشته ارتش ترکیه تانک‌ها و خودروهای زرهی بیشتری در منطقه مستقر کرده بود. این تحرکات می‌تواند نشانه آن باشد که ترکیه برای متقاعد کردن مسلحین جهت پیروی از توافق منطقه عاری از سلاح مصمم است. در 29 شهریور ماه رسانه کردی اعلام کرد که ارتش ترکیه صدها خودروی زرهی، تانک جنگی و کامیون در مرزهای شهر تل ابیض در شمال سوریه که هم اکنون در کنترل نیروهای STF میباشد مستقر کرده است. کارشناسان بر این باورند که آنکارا قصد دارد نیروهای STF را مشابه آنچه که در شهر منبج روی داد مجبور به خروج از تل ابیض کند. در همین زمان STF عملیات خود علیه داعش در شرق فرات و در منطقه حجین را ادامه میدهد. نیروهای STF با پشتیبانی هوایی و توپخانه‌ای ائتلاف آمریکایی در حال پیشروی به سمت اسوسه و شجله می باشد. در 1 مهر ماه وزارت دفاع روسیه طی برگزاری نشست خبری جزئیات حادثه سقوط هواپیمای ایلوشین 20 روسیه را در اختیار رسانه‌ها قرار داد. سخنگوی وزارت دفاع روسیه بار دیگر اعلام کرد که اسرائیل مسئول سقوط این هواپیما میباشد. دلیل این موضوع پنهان شدن F-16 اسرائیلی پشت ایلوشین 20 روسیه و به خطا انداختن سامانه‌های دفاع جوی سوریه، ارائه اطلاعات غلط به ارتش روسیه توسط اسرائیل و نقض متعدد توافق عدم درگیری بین اسرائیل و روسیه می باشد. کناشنکوف تأکید کرد که رفتارهای خصمانه نیروی هوایی اسرائیل علیه ایلوشین 20 روسی خطوط روابط و رفتار متمدن را زیر پا می گذارد. در همین زمان اسرائیل همچنان به متهم کردن سوریه، ایران و حزب الله به حادثه سقوط هواپیمای روسی ادامه می دهد و اطلاعات ارائه شده توسط ارتش روسیه را تکذیب می کند. وضعیت نشان از آن دارد که ملاقات هیئت ارشد اسرائیلی از مسکو در آخر هفته اخیر چیزی از تنش‌های به وجود آمده بین روسیه و اسرائیل را کم نکرده است و وضعیت همچنان پرتنش است. اگر وضعیت به همین منوال باقی بماند باید شاهد دور جدیدی از تحولات در کشور سوریه باشیم.